دست درد نکنه. سر شما درد نکنه. بچه ها بیان چایی یخ کرد. با شما هم بوده ما. بیان چایی یخ کرد. شش. اصلا بهشون گفتی شما؟ نه، یادم رفت. از بس کار داشتیم، یادم رفت باش حرف بزنم. نرگس، بابات میخواد که هرچی زودتر این تابلو رو سفارش بدیم. اسمشو چی بذاریم؟ خب من چه میتونم چی بخوایی بذاری؟ من اصراری ندارم آم، ولی این روزا مد شده که اسمای کوتاه و پرمعنی میذارن. مثلا؟ مثلا، مثل چیز دیگه، همین مثلا امید. چایخانه امید، چقدر پرمعنیه، امید، امیدواری به آینده، کلی موج مثبت توشه. موج چی؟ آجون، یعنی خیلی خوبه. خب خوبیش که حرفی ندارم، اما اگه قرار به اینه، خب اسم منم همین جوریه دیگه. تازه من از امید بزرگترم، دانشگاه هم میرم. اگه یکی به من بگه این چه ربطی به موضوع داره، من همه اینجا رو خودم تکی میچینم. باز دوباره شروع کردین؟ اصلا اسم هیچ کدومتون یه اسم بذارین که مال هر دوتون باشه. مثلا روشن، فامیلتون شگونم داره. ایوا جلال، ببخشید، اینم که اصلا معنی نداره، چون اینجا اصلا به من دخلی نداره، فقط حمالی زحمتش مال من بوده. جلال، اصلا نظر شما چی آقا جون؟ هرچی باشه اینجا متعلق به شماست. حالا خدمت درز بکنم، نظر من اینه که باید یه اسمی داشته باشه که معنی خوبی بده، معنی خوشی داشته باشه. خب اینجا کیف و کفش فروشی که نیست، اینجا لباس فروشی که نیست، اینجا جاییه که مردم میخوان بیان بشینن استراحت بکنن، نه؟ درست، همین که گفتی، همین اسمو میذاریم. چی خیلی خوبه، آقا جون که هنو چیزی نگفته که. آقا جون هر چی بگه همون درست. خدا شانس بده. یاد بگی نرگس خانم. جلال آقا جون، شما چی تو ذهنته؟ همون چیزی که تو ذهنته بگو. پاتوق. چی؟ به به، چه اسم قشنگی. چی؟ بله پاتوق. شما لطفا تشریف بیارین، چایتون رو بخورین تا سرد نشده براتون توضیح میدم. بفرمی. دستتون درد نکنه خانم جون. باشه. سرت درد نکنه مادر. پاتوق که میدونین چیه. پاتوق جاییه که آدم ها میرن میشینن اونجا، چای نسکافه میخورن، گل میگن، گل میشنون. حتما خود شما یه خاطره هایی از پاتوقاتون دارین، همون جایی که میرفتین میشستین. پیراشکی فروشی دم مدرسه‌مون. چایی های دبشم و اسکندر زیر پله های دپارتمان دانشکده. شهر کتاب. توالت های مدرسه. یعنی جلوی توالت های مدرسه. منظورم اینه که ما اجازه میگرفتیم به بهانه توالت رفتن میرفتیم جلوی توالت های مدرسه گل کوچیک بازی میکردیم. آقا جون اسم پاتوق بسیار اسم قشنگ و پرمعنیه. خیلی خوب، پس مبارکه ایشالله. دست به جنبونین که آقا جون ساعت دیده میخواد چهارشنبه در اینجا رو باز کنه. چهارشنبه؟ به این زودی؟ یعنی میشه؟ چرا نشه؟ کار نشد نداره. اصلا و ابدا. محال ممکنی اینجا تا اون روز آماده بشه. بی خود خودتون خسته نکنی. شدنی نیست. همیشه نفوس بد میزنی.
بس دیگه، اینقدر صدای اون زنگو در نیا، سرم درد گرفت. از این به بعد صدای اینو بیشترم میشنوی. مشتری بیاد فرق میکنه. راست میگی، مشتری یعنی پول. خوش آمدین. خوش آمدین. سلام. قربون قدمتون. بفهمه تو. سلام. چی باید میگفتم آرزو؟ سلام، خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم. بفرمایین، سرپا نمونین، خسته میشین. بفرمایین. خیلی ممنون. من میخواستم شما بگم شما اولین مهمان چایخانه خانوادگی ما هستین. امیدوارم قدمتون خیر و برکت داشته باشه برای پاتو. در واقع من خواهش میخواستم خواهش میکنم بفرمایین بنشینین. چی میل داریم براتون بیاریم؟ چای هست، قهوه، شیر کاکائو و آب میوه، هر چی که دوست داشته باشه. بله بله، بستنی شیرینی، کیک خونگی مادرم پخته، خیلی هم خوشمزه. اجازه بدی. اجازه امام دست شما است قربان. در واقع من میخواستم بگم ببخشیدا، البته اجازه بدید اینجا باید تعطیل بشه. تعطیل بشه؟ بله، باید تعطیل بشه. من از همون اول گفتم که این کار شدنه نیست. نگفتم؟ از همون اولش هم میدونستم. نگفته بودم؟ گفته بودم، صد دفعه گفته بودم. خب بذاری منم حرفمو بزنم دیگه. تو اصلا هیچی نگو. تو مگه جز حرف زدن چیز دیگه هم بلدی بگی؟ بابا چی کار داریم بچه رو ولش کنی؟ بچه؟ کدوم بچه آقا جون؟ اگه این بچه هست که بیجا میکنه مسئولیت قبول کنه، اگرم بزرگ شده که باید عقلش به همه چی برسه. آقا جلال، مگه ما که سنی ازمون گذشته حواسمون بود که تو توقع داری این بچه یادش مونده باشه؟ بس کن جلال، بیاین فکر چاره باشین. من همه ی مراحل واسه توضیح ندادم؟ ها؟ همه ی مراحل واسه توضیح ندادم؟ نگفتم اگه ارزی نداری مسئولیت قبول نکن؟ بله، ولی نگفته بودین که نگفتم؟ نگفتم؟ اجازه کسب از اتحادیه، مجوز از وزارت بهداشت و طرح تابلو، همه اینا رو واسه نگفتم؟ بله، خب منم همه این کارا رو کردم دیگه. فقط یه اشتباهی کوچیک کردم، یادم رفت مدارک رو ببرم برای اجازه نصب تابلو. همین. همین؟ ده نابغه نگفتی این همه مدارک رو برای چی گرفتی؟ تو خودت هم اگه اونجا بودی به همه اینا عقلت نمی‌رسید. من اگه میدونستم عرضه ندارم که این کارا رو نمی‌کردم. آخه حیف بود شما خانم دانشگاه رفته و ادبیات خونده بیای این کارا رو انجام بدی. ای با زیاد حسرت دانشگاه رفتنت افتادی. بس دیگه. بابا جون، جر و بس فایده ای نداره. باید فکر چاره بود. چاره چیه؟ معلومه. امید خان کاری رو که شروع کرده خودش هم باید تموم کنه. فعلاً پاتوق بسته میمونه تا عوارض پرداخت بشه بتونیم تابلو نصب کنیم. خوب گوش کن امید. جلوی ضرر از هر جا که بگیریم منفعت. اگه این دفعه اشتباه کنی با همه این خرجی که کردم پاتو تد. تو با هم مشهور میشه. حالا ببین. اسفند دونه. اسفند 33 دونه. اسفند خودش میدونه. بترکه چشم حسود و بخیل از خیش تا بیگونه. به نام خداوند بخشنده مهربان. خب
به امید روزهای خوب و پربرکت بچه ها تشریف بیارین در رو باز کنین در پاتوقو کجا؟ تو کجا؟ من میخوام برم در رو باز کنم زحمت نکش من خودم باز میکنم نه من خود دستم شگون داره دست منم شگون داره میبینی آقای جون تو خونه اگه یکی پشت در آتیش بگیره پا نمیشن برن در رو باز کنن حالا اینجا سر در باز کردن دارن با هم دعوا میکنن خیلی خوب با هم دعوا نکنی هر دوتون با هم برین در رو باز آره آقا جون ممکنه مشتری پشت در باشه بجنبین ماشاءالله چقدر مشتری اینجا صف کشیده صف برای چی بکشی مشتری؟ در پاتوق که باز باشه کم کم پیداشون میشه شما به کسی خبر دادین که امروز اینجا افتتاح میشه؟ نه بابا تازه من مراقبم بودم تو مدرسه هیچ کس نفهم منم این چند روزه انقدر سرم شلوغ بود که اصلا وقت نکردم به هیچ کس بگم منم یادم رفت به چند نفر بگم لااقل باید یه آیه‌ای چیزی مینوشتیم به در دیوار محله میزدیم یا لااقل روی در میزدیم چه قراره کی افتتاح بشه چه روزی افتتاح بشه؟ خب ما که نمیدونستیم روز افتتاح کیه البته با شاهکار امید خان ما منتظر جواز بودیم بازم پای این امید بدبخت اومد وسط دیگه ولی من مطمئنم به زودی سرمون اینقدر شلوغ میشه ها که دلمون تنگ میشه برای یک ساعت بیکاری ببینم کیک و شیرنیتون حاضره؟ خیالتون راحت خانم جون این چند روزه من و مامان اینقدر کیک و شیرنی پختیم همه چی آماده داریم ببینید گوش کنیم باید سرویس خوب بدینا چای باید تازه دم باشه چای اصل نه از این کیسه یا قهوه درست خوب خوشتم مشتری باید اینجا راضی باشه مشتری که راضی باشه هم خودش دوباره میاد هم مشتری جدید میاره من از اولش هم گفتم این کار بگیر و نگیر داره البته خدا رو شکر که زودتر فهمیدیم اینجوری کمتر ضرر میکنه جلال تو چقدر آیه یس میخونی چقدر بدبینی من واقع بینم نه بدبین بالاخره اینجوری که نمیشه که بیاین بریم بله بریم بساطو جمع کنیم بریم خونمون چی رو بریم خونمون بیاین بریم تلفن بزنیم به دوست و آشنا و فامیل بگیم ما اینجا پاتوق باز کردیم تشریف بیارید یک کیک و چای میل کنید همشون میان بعد اینجا میشه پر مشتری حالا یه روز افتتاحه بفرمایید بله بفرمایید بفرمایید بیاین تلفن بزنید بیاین خوش آمدید. احوال شما؟ چایی میگم بیارم براتون. لطف کردید. زحمت کشیدید. منت گذاشتید. خیلی خوش آمدید. واقعاً مشرف فرمودید. لطف کردید. سلام. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. امید جان، اون میز اول چای بده، کیک بده. آفرین. چشم آقا جون، چشم. سلام علیکم. احوال شما؟ خوش آمدید. مامان دوتا دیگه ظرف کیک بده تمام شد دیگه چیزی نمونده یه عذرخواهی ازشون بکن بلیدن همه رو همین که پیش هم باشی همین که فرصتی باشه
همین که گاهی چشمام تو چشم آسمون باشه.